نمایشگاه سایت سیتی، حالا بگیم دیدار شهر، نمایشگاه آسانسازهای کامپیوتری و روزمره برای نابینایان در 20 سالگردش حضوری برگزار میشه. سه سال بود که این نمایشگاه یا به صورت مجازی برگزار میشد یا اینکه تعطیل بود و امسال که حضوری هست اومدیم ببینیم که چه چیزهایی، چه تازه هایی نمایشگاه برای نابینایان داره. طبقه اول این نمایشگاه که الان ما درش هستیم طبقه است که بیشتر انجمن های همیاری در اون هستن، همیاری نابینایان و نهادهای دولتی، نهادهای رسمی که به نابیناها کمک میکنن، آموزشگاه ها، مدارس، اینها کار خودشون رو معرفی میکنن. این از طبقه اول، حالا بریم طبقات بعدی ببینیم اونجا چه سازوکارهایی هست و چه کمک ابزارهایی برای نابینایان. یکی از مشکلاتی که مثلا من به عنوان نابینای مادرزاد دارم اینه که روی یه سکو بایستدم این ور و اون ور، خلاصه میتونم بیافتم پایین و سقفم نیست، هیچ اکوی نیست. این دستگاه به من کمک میکنه که خلاصه از مسیر خودم منحرف نشم. هزار جور موبایل و دستگاه های الکترونیکی و نمیدونم این و اون رو داشته باشین، باز عصای نابینایی همیشه باید باشه. این عصا خیلی شیکه، خیلی هم سبکه، ولی عصای خود باید سفت هم باشه برای اینکه تو خیابون که میریم خب خیلی زود میشکنن اینا. چرا هیومن ویر؟ چرا یک دستگاه پلیری که باش نمیدونم امپیتری و کتاب ها و کتاب شنیداری و اینا رو بشنویم؟ خیلی ها فکر میکنن که خب این کارها رو میشه با تلفن هم انجام داد، تلفن همراهی که اصلا یک کامپیوتر هست. ولی انقدر این دستگاه های هیومن ویر خوب هستن و کاربردی هستن که حتما یکی از اونا که همین ویکتور باشه رو آدم باید داشته باشه به عنوان نابینا. من که یک شو دارم و باهاش کتاب های شنیداری گوش میدم، ضبط میکنم مطالبی که میخوام و حتی نویگیشن هم داره، یعنی احتیاج به اینترنت نیست، با جی پی اس کار میکنه و اینکه زبان های مختلف هم خیلی راحت و کاربردی نابینا میتونه باهاش کار کنه و استفاده کنه ازش. شرکت هارپو امسال یک آموزگار خط نابینایی آورده. در اصل نابینا میتونه با یک کیبورد کوچک به خط نابینایی هر چی که میخواد بنویسه و این دستگاه همون موقع اینو مینویسه و روی دیسپلی هم نشون میده. با یه تلفن همراه هم میشه وصل کرد و یک اپلیکیشن داره که میشه مثلا روی اون اپلیکیشن یک آدم بینا، آدم عادی، حالا هرچی که اسمشو بذاریم بنویسه و نابینا بتونه این چیزی رو که نوشته اینجا بخونه. هم خودش میتونه بنویسه، هم یک آدم دیگه ای که خط نابینایی نمیدونه هم میتونه این رو بنویسه. برای یادگیری خط نابینایی خیلی خوبه. شرکت سلواسکر از کره اینجاست و این سنس پلیر هست که داشتم باش کار میکردم. الان
این دستگاه این همونیه که توی هیومن ویر دیدیم، ولی این یه سکنر هم داره، فقط نه اینکه بشه باهاش کتابای شنیداری شنید، بلکه میشه باهاش مثلا بروشوری کتابی کاغذی هم واقعا خوند. کامرایی داره و نابینا میگیره جلوی یک بروشوری چیزی و میدونه که این چی هست. نمایشگاه سایت سیتی 2023 به من نشون داد که چقدر نابینای علاقمند و توانمند و کنجکاو وجود داره و فکر میکنم شما درست این من این همه نابینای علاقمند و توانمند و کنجکاو دیده بوده باشید.